سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و برنامه نویسان عزیز خوش آمدید به جلسه نهم از دوره فشرده PHP در این جلسه می‌خوایم در ادامه بررسی سینتکس دستورات دستورات اینکلود و ریکوایر رو مورد بررسی قرار بدیم دو تا دستور خیلی مهم در PHP هستند فقط قبل اینکه این آموزش رو من ادامه بدم ممنون شدید کانال من رو سابسکرایب بکنید و در صورت اینکه زنگوله کلیک بکنید هر موقع من ویدیوی منتشر بکنم شما یک نوتیفیکیشن از طرف من دریافت میکنید و تشریف میارید اون ویدیو رو تماشا میکنید خب باز هم در رفتای پی رو من باز میکنم و این سمت چپ ما یک فولدر داریم تو این قسمت این بار میخوام یک دایرکتوری ایجاد بکنم یک دایرکتوری خب یه فولدر میشه گفت به نام وبسایت یک مثلا اوکی حالا من میخوام حالا از خارج بشیم نمال جلسه قبلا من میخوام این جلسه رو با یه مثال شروع بکنم گفتیم که میخوایم درباره دستورات اینکلود و ریکایر ما صحبت بکنیم خب این کلود به معنای شامل بودن و در برداشتن و ریکایر به معنای نیاز داشتن و لازم بودن این دوتا رو من تحت لفظی معنی کردم اینو به خاطر بسپارید که آروم آروم و رفته رفته ما با این مفهوم خیلی کار خواهیم کرد حالا تفاوت بین ریکایر و این کلود هم از همین معانی مشخص خواهد شد من برای شروع وبسایت یک رو من روش راست رو کلیک میکنم نیو پی اچ پی فایل یه دونه ایندکس میسازم ایندکس دات پی اچ پی بعد یه دونه چی میسازم مثلا اباوت میسازم اباوت دات پی اچ پی بعد یه دونه هم داخل همین وبسایت یه یک یه دونه چی میسازم کان تکت میسازم اوکی ارتباط با ما همچین چیزی خب ببینید من فعلا این رو پاک میکنم از همشون اوکی ایندکس رو من پاک میکنم شیفت و عدد یک رو بزنید علامت تعجب میاد تب رو بزنید اون ساختار دستورات HTML ما اینجا ایجاد میشه خب من یه ساختار HTML اینجا برای ایندکس ساختم خب اینجا میام یه صفحه ساده ایندکسی میسازم یه صفحه ساده HTML میسازم چه جوری یه یو قرار میدم بعدش یه ال آی بعدش هم چند تا ال آی میخوایم سه تا ال آی. یه دونه ضرب در سه رو میزنم بعد داخل این ال آی ها هم یه دونه ای لازم دارم تب رو بزنم اینجوری ایجاد میشه من اچرف این رو قرار میدم ایندکس دات بعد اچرف این رو قرار میدم اباوت دات و ایندکس این هم قرار میدم چی؟ contact.php دات حالا داخل اینها هم چی می نویسم؟ این رو می نویسم مثلا هوم این رو می نویسم about این رو می نویسم contact خب الان میام پایین یه دونه تگ اچ چک میزنم خب داخلش مثلا می نویسم. اینجا همیم درسته تو صفحه هم قرار داریم هم می نویسم. الان اینجا هم یه دونه تگ فوتر من می سازم و داخلش می نویسم مثلا start up.ir بعد یه کپی رایت هم میزنم کپی رایت رو دقت کنید چجوری میزنم یه دونه بنویسید کپی خب البته قبلش یه دونه اند دکمه شیفت و هفت رو بزنید و کپی رو بنویسید یه تگ یه آیکون میخوایم ایجاد کنیم با استفاده از HTML اینجوری بعد 2017 حالا بذاریم مثلا هم بزنیم. 2017 هم شمسی بزنیم خب من از این خروجی میگیرم و منظورم رو بهتون میگم فقط قشنگ دقت کنید که خیلی تو قسمت PHP این دستورات مهم خواهد بود حتما یادتون باشه زمپتون رو روشن بکنید بعد اینجا میایید می نویسید لوکال هاست این بار چی می نویسید مثلا ایندکس ایندکس دات البته اینو پیدا نکرد داخل وب سایت یک بودیم خب این از این. اوکی ببینید ما اومدیم یه صفحه ساختیم یه صفحه ساده HTML خب بعد دقیقا همشون رو من کپی میکنم کنترل سی اینجا میخوام این کارو بکنم اینجا مینویسم about خب اینجا هم چی همینجا کپی میکنم کانتکت خب الان من اگه اینجا کلیک بکنم چون اچرف من میره به این صفحات خب باید الان من اباد رو کلیک بکنم این بره به صفحه اباد.php ببینید اباد.php این هم contact.php این هم که همون آیکون کپی رایت اینجا که ما با استفاده از HTML تونستیم این آیکون رو بسازیم خب پس منظورمون رو متوجه شدید سه تا صفحه ساختیم خب به نام ایندکس اباد و contact که همشون چی هن؟ همشون اه این هدر و قسمت بالایی و یه فوتر ثابت دارن حالا فکر کنم منظورم رو آروم آروم بتونم بهتون بگم ببینید ما در ترایی های ویب سایت های بزرگ حتما قسمت, قسمت های از سایتمون مشترک هستن یعنی به طور مثال من اگر بیام حالا به صورت عملی بهتون نشون بدم ببینید من میام داخل سایت دیجیکالا تو سایت دیجیکالا قبول دارید که این قسمت هدر خب و این قسمت فوتر در همه صفحات ثابته درسته مثلا من الان یکی از اینا انتخاب میکنم میرم تو صفحه دیگه اوکی ببینید باز هم این اینجا هده ثابته و فوتر هم ثابته از دستورات ریکوایر و اینکلود برای اینکه ما بیایم کودها رو دائما تکرار نکنیم استفاده میشه شما فرض کنید که مثل دیجیکال حالا هر صفحه شامل شاید چندین هزار خط کوده درسته الان اون دیجیکال هی بیاد اینجوری مثل من تمام این کد هایی که اینجا ثابتن رو دو همه صفحاتش تکرار بکنه این اینجا تکرار شده این اینجا تکرار شده و این هم اینجا تکرار شده به خاطر اینکه ما از تکرار جلوگیری گی... جلو بکنیم میام چیکار میکنیم میایم یه دونه اینجا تو وبسایت یه دونه فولدر باز میکنم یه دایرکتوری خب به نام مثلا اینک اوکی بعد داخل این یه دونه پی اچ پی فایل باز میکنم به نام مثلا هدر و یه دونه دیگه باز میکنم به نام چی؟ فوتر درسته؟ حالا چیکار میکنم؟ میام تو قسمت ایندکس هر جایی که کد های من تو این س... حالا این صفات بیاد پا... ادامه کاری نداریم هر کدوم از کد هامون خب که در هر صفحه تکرار شده من میام جدا میکنم خب ببینید از اینجا قبول دارید تو هر سه تا صفحه تکرار شده من کنترل سی رو میزنم خب ببینید از یو من اینا رو کپی کردم دیگه ببین این یو ال بادی هد و اچ تو اینجام هست و تو این قسمتم هست خب پس میایم ما اون جاهایی که تکراری هست رو برمیداریم کنترل X رو من میزنم میام تو صف... تو هدر ما خب کنترل V رو قرار میدم این از این حالا میام اه... تو اه... این قسمت ایندکس این رو هم برمیدارم اوکی فوتر رو هم برمیدارم میام تو فایل فوتر قرار میدم حالا نقش ریکوایر و این هدر ماست کنتکت ما مونده کنتکت رو من پاک میکنم اونجا که ثابت بود گفتیم پاک میکنیم بعد ابات رو پاک میکنیم اینجا رو پاک میکنیم داک تایپ اینجا موند خب ایندکس هم که پاک کردیم خب الان فقط ما اینجا h1 هم داریم h1 اباد داریم و h1 کنتکت داریم حالا میخوایم این هدر و فوتر رو به همه حالا از اون میتونیم خارج بشیم به همه این پیج هامون اضافه بکنیم چجوری؟ با استفاده از این سینتکس PHP رو باز میکنید خب بعد اینجوری PHP رو میبندید حالا اینجا یه دستور اینکلود مینویسید اینکلود خب بعد داخل این کلود یه کوتیشن میذارید و مسیر هدر و فوترتون رو میدید داخل فولدر اینک بود خب و هدر این از این حالا اینجا میخوایم فوتر رو بیاریم ببینید دقیقا روال کاری رو حفظ میکنید تا یعنی هدر بالای چکه اوکی و فوتر هم پایین چکه دقیقا همین رو من مینویسم اینجوری بعد باز هم این کلود میکنم یه کوتیشن میذارم و این کی رو من قرار میدم و داخلش این بار فوتر خب این از این حالا بیایم اینجا دقیقا همینا رو من کپی میکنم کنترل C به about دیدید به جای اینکه ما بیایم این همه کد رو با هم تو همه صفحات تکرار کنیم با استفاده از ایجاد یه فایل و یه دستور اینکلود تونستیم با دو خط کد اینها رو بنویسیم حالا این که میشه about چون تو صفحه about هستیم و الان contact رو هم من اینجا میارم و این هم می نویسم کنتکت اوکی حالا من یه رفرش بگیرم خب ببینید همه چی ثابت ها هیچ فرقی نکرد الان من تو صفحه contact هستم اوکی اباد رو میزنم ببینید اومد صفحه اباد هوم رو میزنم اومد تو صفحه هوم دقت کردید پس منظور ما جلوگیری از تکرار و نوشتن کت های زیاد و سازی کت هامون بود که ما اومدیم سه تا باز هم تکرار میکنم سه تا صفحه ساختیم تو هر سه تا صفحه ما میخواستیم یه سری محتوایی قرار بدیم که تو اون محتوا فقط اچی که ما متغیر بود یعنی اچ یک تو این صفحه اسمش ایندکس اچ یک تو این صفحه ابات اینجا و اچ یک تو این صفحه کانتاکت اینی که متغیر رو نگه میداریم و ثابت ها رو جدا می‌کنیم خب و این هم فایل های ماز که داخل این هدر و فوتر قرار داره خب آها آه یه مزیت این کار علاوه بر جلوگیری از تکرار کتاب ببینید ما اگر در صورت قبل یعنی تمام کد ها رو می اومدیم اینجا تو همه صفحات تکرار می کردیم چه اتفاقی می افتاد باعث می شد ما اگر بخوایم یک قسمت از وبسایتمون رو تغییر بدیم باید می اومدیم تو هر ستا چیکار می کردیم تو هر تا این تغییرات رو اعمال می دادیم ولی در این روش ما فقط میتونیم در قسمت بریم تو هده میخوایم مثلا تو هده یه چیزی رو عوض بکنیم من این هم رو میخوام بدم هوم یک ببینید من تو اینجا فقط عوض کردم الان تو سه تا صفحه هم عوض میشه دقت کنید این هوم یکه این اباوته این کانتاکت این هم هم ای دیدید در هر سه تا صفحه این هم یک تغییر پیدا کرد یعنی کار ما خیلی خیلی راحت تر شد حالا این از دستور اینکلود حالا بیام دستور ریکایر برسیم ببینید من اینجا دستور ریکایر رو می نویسم. دستور ریکایر اوکی خب یه رفرش می کنم هیچ اتفاقی نمی وبسایت ما این وبسایت ساده ما داره کار میکنه حالا اگر به هر دلیلی این فایل ما این هدر ما خراب بشه لود نشه یا مثلا مسیر ما اینجوری اشتباه بدیم اوکی این به ما تو صفحه کانتکتیم این به ما وارنینگ میخواهد داد خب یه وارنینگ یه فتال ارور فتال ارور جور ارور که وقتی که این ارور به وجود میاد یعنی اون اسکریپتی که ما نوشتیم دیگه اجرا نخواهد شد من دوتا معنی گفتم اول جلسه بهتون ریکایر به معنی نیاز داشتن و لازم بودن بود این کلود به معنی شامل بودن وقتی این کلود رو می نویسیم ببینید من اینجا این کلود رو بنویسم و این رو اجرا می کنم. ببینید بقیه این اسکریپتی که ما اینجا نوشتیم اجرا میشه خب فرق این کلود و ریکایر رو بهتون بگم دقت کنید وقتی که اینکلود مینویسیم و از دستور اینکلود استفاده میکنیم بقیه اسکریپت ما اجرا میشه خب و فقط دوتا وارنینگ بهمون میده این اجرا نمیشه بقیهش اجرا میشه ولی وقتی که از دستور ریکوایر استفاده میکنیم چه اتفاقی میفته دیگه اجازه نمیده وقتی به اینجا میرسه میگه خب تو که این فایلت خرابه به ما ندادی پس منم اجازه نمیدم بقیه این کتاد اجرا بشه که اکثرا به خاطر امنیت و به خاطر اینکه مشکلاتی پیش نیاد سعی میشه که از ریکوایر بیشتر استفاده بشه یعنی ما هم در پروژه هامون از ریکوایر برای اضافه کردن یه سری متن ها و یه سری کد های ثابت به سند اچ اون استفاده خواهیم کرد حالا من اینو برمیگردونم ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد و وبسایت ما به خوبی کار کرد خب فقط اینو چرا اینو اومد اینجا آه. این یه قسمتی اضافه شده بود و نمیدونم چه دستم خورد مثل که خب من این رو برمیگردونم اینم از این فکر کنم دیگه برای جلسه کافی باشه جلسه کوتاهی بود خواهش این جلسه رو اگر متوجه نشدید برا من کامنت بذارید تو یوتیوب ولی یک بار دو بار این ویدیو رو ببینید مطمئن باشید که خیلی خوب متوجه خواهید شد که منظور ما از استفاده از دستورات کلود. و ریکایر چی بود تا جلسه بعد خدا نگهدار